در آمریکا جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید بلافاصله پس از احراز مقام ریاست جمهوری اصلاح سیاست‌های مهاجرتی مصوب دوران ترامپ را آغاز خواهد کرد. گزارشی از مهدی آرامی در این باره. به گزارش صدای آمریکا، گرچه آقای بایدن قول داده است بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید برای تغییر برخی از سیاست‌های مهاجرتی پرزیدنت ترامپ اقدام خواهد کرد، اما اجرای سیاست‌های جدید زمان خواهد برد. لایحه مهاجرت را بلافاصله تقدیم کنگره خواهم کرد و از کمیته‌های مربوط می‌خواهم بررسی آن را آغاز کنند. آقای بایدن پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود در لایحه‌ای که پس از پیروزی در انتخابات به کنگره تقدیم خواهد کرد، نقش راه روشنی برای اعطای تابعیت به حدود 11 میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا ترسیم شده است. او همچنین قول حمایت از برنامه حفاظت از مهاجران غیرقانونی را داده است که در زمان کودکی به آمریکا آورده شده بودند. برنامه‌ای که از سوی پرزیدنت اوباما تدوین و به اجرا گذاشته شده بود. یکی دیگر از وعده‌های رئیس جمهوری منتخب توقف آنی پروژه ساخت دیوار مرزی با مکزیک است. کامالا هریس معاون ریاست جمهوری منتخب نیز اخیراً در مصاحبه گفته بود دولت بایدن در نظر دارد زمان انتظار برای اعطای تابعیت به مهاجران را کاهش دهد. مهدی آرامی، صدای آمریکا.